سلام، من مریم هستم، اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار درباره هدیه تهرانی و حواشی زندگیش. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه یه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما با خبر بشید زنگوله یه کنارش رو بزنید. هدیه تهرانی در ابتدای سال 1386 خبر ازدواجش منتشر شد. وی در آن هنگام سوپرستار شماره یک ایران بود و فیلمهاش اکثرا پرفروش می شدن. زندگی وی با هومن بهمنش به یک سال هم نکشید و از هم جدا شدن. همسر سابقش اصالتا سنندجی بود و در لاهیجان زندگی می کرد. پیش از ازدواج او شایعه شده بود او و علی انصاریان تصمیم دارن با هم ازدواج کنن که شایعه ای بیش نبود. در اون زمان هدیه تهرانی 35 سال داشت و هومن بهمنش تنها 27 ساله بود. بعد از جدایی آقای بهمنش ازدواج کرد ولی خانم تهرانی همچنان مجرده. هدیه تهرانی متولد 4 تیر ماه سال 1351 در تهران، بازیگر سینما، عکاس و فعال اجتماعی، تحصیل کرده مقطع دیپلم که به صورت اتفاقی در 24 سالگی وارد بازیگری شد و در دهه 80 به عنوان یکی از پولسازترین بازیگران سینما درخشید. پدرش رضا جوادیه یه تهرانی مکانیک و مادرش خانم میرزایی هر دو بزرگ شده و ساکن گرگان هستند و تنها یک خواهر بزرگتر از خود به نام هیلدا داره. او در رابطه با شروع بازیگریش میگه: در فروشگاه در حال قدم زدن بودم تا برای کارهای دکوراسیونم حصیر بخرم که ناگهان نگاه سنگین دو نفر را از لابلای قفسه ها روی خودم احساس کردم. آزیتا حاجیان و محمد رضا شریفی نیا بودند که برای خرید اومده بودند و در ابتدا پیشنهاد خانم حاجیان برای بازیگری را رد کردم، اما ایشون شماره تماس مادرم را گرفتن. بعد از رضایت خانواده او پیشنهاد بازی در فیلم روز واقعه در سال 1373 را به علت کوتاهی نقش قبول نمی کنه و لادن مصطفی جای اونو می گیره. بعد از 3 با عکس های تست گیریمی که از او در هدایت فیلم موجود بود، نظر مسعود کیمیایی به وی جلب شد و از او برای حضور در فیلم سلطان دعوت کرد. به این ترتیب در سال 1375 وقتی 24 ساله بود برای اولین بار جلوی دوربین رفت. خانم تهرانی در اولین تجربه بازیگریش در سال 1376 با فیلم غریبان و شوکران چنان درخشید که تحسین نویسندگان و منتقدان سینما را در پی داشت. او در سال 1377 که سومین سال حضورش در سینما را تجربه می‌کرد، برای بازی در فیلم قرمز برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شد. خانم بازیگر برای دومین بار سال 1384 با فیلم چهارشنبه سوری به کارگردانی اصغر فرهادی به سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن دست یافت. در دهه 80 مجله همشهری با بررسی فروش فیلم ها هدیه تهرانی را بعد از مهناز افشار به عنوان دومین بازیگر زن پولساز سینما معرفی کرد. ایشون در رابطه با بار اولی که خودش روی پرده سینما دید اشاره میکنه به اینکه: دفعه اول که خودم روی پرده سینما دیدم میخواستم برم زیر صندلی یا قایم شم. با خودم هی میگفتم وای چقدر فاجعه‌ام. این احساس هنوز هم با من وجود داره و فرق چندانی نکرده. در سال 74 او در یک سانحه رانندگی به شدت آسیب می‌بینه و چند دقیقه هم می‌میره. اینو بعدن که به هوش میاد کادر پزشکی بهش میگن. تصادف انقدر سنگین بود که او ماه‌ها بستری بود تا اینکه دوباره سلامتیشو به دست آورد. در آذر ماه سال 1388 هدیه تهرانی 198 عکس خود را در طبقات مختلف خانه هنرمندان و در نمایشگاه عکس آبانگام به نمایش گذاشت. این عکس ها از 500 هزار تا 8 میلیون تومان قیمت گذاری شده بودند. او در جلسه‌ای که با نمایندگان رسانه‌ها در مورد این نمایشگاه داشت با انتقاد سخت خبرنگاران مواجه شد، در حالی که هدیه تهرانی اعلام کرد که برای برگزاری این نمایشگاه 220 میلیون تومان از سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری وام دریافت کرده. سخنگوی این سازمان مبلغ این وام را 80 میلیون و حمید بقایی رئیس سازمان 120 میلیون تومان اعلام کرد. همچنین در سال 1390 و در پی شکایت طراح نمایشگاه از هدیه تهرانی، وی در خصوص پرونده و چک برگشتی در دادگاه حاضر شد. این خانم خوشچهره دهه 50 یک ورزشکار حرفه‌ای هم می باشد، از شنا بگیر تا مقام قهرمانی در رشته رزمی تای چی. هدیه تهرانی در شهریور ماه سال 1392 به سمت نایب رئیس کمیته بانوان تایچی چوان منصوب شد. این انتصاب با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد، ولی از سوی مسئولین فدراسیون وشو اعلام شد که وی سابقه مربیگری این رشته ورزشی را دارد. خرداد ماه سال 1394 خانم تهرانی جز 19 هنرمند ویژه‌ای بود که در مراسمی با حضور علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد نشانه درجه 1 هنری معادل دکترا را گرفت. ایشون که یکی از حامیان محیط زیست و حیوانات می باشد، در 13 فروردین ماه سال 1395 به دلیل تجمع برای حمایت از حقوق حیوانات برای ساعتی بازداشت شد و در نهایت آزاد شد. وی همچنین در مراسم روشن کردنشان برای همدلی با جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی نیز حضور داشت. او در اغلب فعالیت‌های اجتماعی از جمله کمک به سیل‌زدگان، زلزله‌زدگان، جمع‌آوری زباله از طبیعت و غیره حضور فعال و قابل تحسینی دارد. هدیه تهرانی تاکنون در یک سریال تلویزیونی هم حضور نداشته. او در سال 1390 در سریال شبکه خانگی قلب یخی در فصل سوم بازی کرد. سال 1398 هم در سریال خانگی همگناه در کنار پرویز پرستوی جلوی دوربین رفت. خانم تهرانی که اصالتاً اهل گرگان می باشد، با خانم حدیثه تهرانی بازیگر نسبت فامیلی ندارد و هر دو تشابه اسمی داشت و همکار هستند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.